آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. سلام چون بوی خوش بهاران و محبت بسان عشق بلبلان و گلهای زیبا در به روزنه را می گوشاییم و ما چون بلبل مرغزاران و دور گل روی شما عزیزان و مانند پروانه ها و دور شم در خدمت شما هستم و خرسند هستم که این فرصت خداوند بر ما مهیا ساخت تا در محضر شما باشیم و دقایق با شما گفت و شنید که نی البته صحبت هایی داشته باشیم. خب شما می توانیم که ایره به گفت و شنیدم تبدیل بکنین، مثلا بعد از برنامه بر ما و تلفونم که به صفحه تلویزیون نوشته شده تلفنی تماس بگیرین، نظراتتان بر ما بگوین و انتقادات سالم و سازنده و پیشنهاداتتان. نخست بر همه می خواهیم که یک موضوع را خدمت شما عرض کنم من حیث وظیفه، که چند قبل از دوستان ما، از اقارب نزدیک ما، یا بگویم که داماد و دختر ما به دبی در یکی از عروسی های مجلل دعوت بودن و در این عروسی امکان داره 1000 تن یا کمتر بیشتر از مهمانان عزیز شرکت نموده بودن، از هم میهنان عزیز و ارجمند مکه. خانم ها به دور دختر ما حلقه زده بودن، دانسته بودن که دختر ما است نیترا جان و او را محکم گرفته بودن و میبوسیدن و صدقه و قربانش میشدن و تقریبا 2-3 ساعت این شب عروسی را اختصاص داده بودن به محبت نسبت به این جانب فقیر خدمتگار شما عزیزان و توصیف کردن، از گذشته ها گفتن، از حالا گفتن و یعنی دخترم پیام همه شما خانم ها بانوان عزیز همیهنم بر من رساندن و از محبت شما به نهایت اظهار سپاس امتنان دارم و مرهون هر یک شما، مرهون لطف هر یک شما هستم و من نیز مانند پروانه و مانند بلبل در برابر شما و اطراف شما پرزنان خود را در پای شما از بین میبرم و این آرزو و تمنا را دارم که خداوند توانایی بر ما بده که ای عمر وفا بکنه و ما در خدمت گذاری شما باشم. یک بار دیگر وظیفه خود می دانم که از جناب مسکینیار ما اظهار سپاس و امتنان کنم به خاطر ای تلویزیونشان و به خاطر ساعت را که در اختیار روزنه گذاشتن با تمام صفا و محبت و مهربانیشان که البته ممنونشان هستم. و هاکذا ما امروز یک برنامه دلچسب و جالب را برای شما تهیه دیده ایم.
برنامه که ارتباط با همه ما و شما، با همه زبانهای میهن ما دارد. و در این برنامه ما میزبان هستیم یک شخصیت پژوهشگر، پر مطالعه، پر معلومات، که واقعا شما میدانین که با مطالعه میتوانین که بسیار زیاد افکار خود را، اندیشه خود را، فهم خود را بالا ببریم. با گفته استاد عزیز استاد امان اشکریز که حتی با مطالعه می شود که با خدا نزدیک شویم و آنچه رضای خداست با وسیله مطالعه ما او را به جا بیاوریم و خود را به خداوند برسانیم. و این شخصیت عزیز که فعلا در کنار ما هستند، که یک دقیقه ما شاید عمدن ایشان را، تصویرشان را نیارم به صفحه، ما میخواییم در موردشان صحبت کنم، که عضو انجمن ادبی سخن هم هستند و خود شاعر هم هستند و آنقدر اینا با مطالعه هستند و با کتاب سر و کار دارند که یک شب در دفتر کارشان اعضای انجمن ادبی سخن را دعوت کردند و در آنجا وقت ما اشتراک کردیم یک گوشی از کتابخانه‌شان را در آنجا مدیدم که چشمانم از عرق برآمده بود و با ولع به هر کتاب مراجعه می کردم و می دیدم که چی کتاب های بزرگ از دانشمندان و نویسنده های بزرگ، از شعرا، از شخصیت های بسیار عالی، کتاب تاریخ سیاسی، تاریخ ادبیات ما و ادبیات جهان در این کتابخانه جا داشت، که بسیار کتاب های قطور که من واقعا تعجب کردم و گفتم ای شما چه کتابخانه مجهز دارین؟ ایشان به جواب من خندیدند و گفتند که نه، این از گوشی کتابخانه من است. کتابخانه من شاید بیش از 1000 جلد کتاب در او جا داده شده باشه. که این شخص شما میبینین که از یک فرهنگ اینا با ده ها جلد دارن و بسیار با مطالعه هستن. ایشان شما آشنا هستین با صدایشان، با سیمایشان، با شیوه کارشان و ما ای بار میخوایم که در مورد زبان فارسی دری صحبت کنم. خب فارسی دریش هم میمانیم، امی پارسی یا فارسی که در زمانی که قبل از آمدن اعراب به نام پارسی یاد میشد و بعد از این که اعراب آمدند و پی نداشتند، این را به فارسی تبدیل کردند. و این زبان میبینیم که وقت ما ادعا میکنیم که مادر شهرها ام البلاد بلخ است و این زبان چی دری چی فارسی از بلخ نشأت کرده، از بلخ بزرگ، ولی چرا فارسی نامش گذاشته شده؟ و شما میفهمین که زبان بسیار برای هر شخص، برای هر فرد فوق العاده مهم است، مخصوصا اگر ما زبان خود را یعنی گرامری یاد داشته باشیم و تسلط داشته باشیم سر زبان خود. مثلا حروف واول، همونطور که حروف سایلنت در زبان انگلیسی است، ما هم در زبان فارسی خود داریم که نوشته می شوند ولی تلفظ نمی شوند. و ارگاه ما تسلط بر زبان مادری خود، چه پشتو، چه دری، چه ازبکی، چه پشه نورستانی، هر زبانی کس که الف با داشته باشه، گرامر داشته باشه، ما وارد باشیم، ای ما را می رسانه، هم از لحاظ صحبت ما، هم از لحاظ دانش ما، هم دیگر زبان ها بعد یادگیری و فراگیری دیگر زبان ها شدیدن با ما کمک می کنه. چنانچه بسیار حرف مقبول است که ایره هم جناب استاد امان اشکریز بر ما گفتن، هر کس که به لفظ خود زباندان گردد، سرمایه علم او دوچندان گردد.
هر کس که به لفظ خود زباندان گردد، سرمایه علم او دوچندان گردد. دستور زبان خود هران کو آموخت، صد لفظ دگر به نزدش آسان گردد. و ما با تشکر فراوان از استاد امانش کریس، وقتی ما صحبت میکنیم بیشترین صحبت های ما سر موضوعات اجتماعی ادبی، این موضوعات با دوستان خود، با لیلا جان تیموری، با هما جان طرزی، با این دوستان که صحبت میکنیم شاید یک ساعت دو ساعت ما صحبت بکنیم، ولی صحبت ما نه غیبت است، نه پسگویی است، نه عیب جویی است، ولی سر ادبیات، سر موضوعات بسیار مهم ما صحبت میکنیم که میآموزیم از هم دیگر خود. و اینک ما دوست عزیز و نازنین و عضو انجمن ادبی سخن و شاعر گرانمایه ما جناب نادر کمیاب را که هم نادر هستند و هم کمیاب، امروز برای ما آماده هستند. ما ایشان را یابیدیم، در استودیو دعوت کردیم، ایشان تشریف آوردن و اران چی میگوین مستند برای ما و شما از این کتابایی که شما در عقب ما میبینین سخن میگوین. خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار صفا آوردید. همدم بعد از تقدیم تسلیم و تعظیم به خدمت شما و بینندگان شما خانم گذات میربان هستین، شما لطف دارید، تشکر میکنم و افتخار بخشیدین که این بار دوم است که بندر افتخار بخشیدین و لایق برنامه تان دانستین، یک جوان ممنون متشکر است. خواهش میکنم. و شما عرفایی که زدین از یک آدم بی کتاب راجع به قی کتاب صحبت کردین. ما دیدیم، ما مستند. ما شما بیاد دارین که همیشه در وقتی که ما و شما مجالس انجمن ادبی سخن می داشته باشیم و خوشبختانه که همه دوستا و دانشمندا یک جا می شوند و ما هم در اونجا با کمال افتخار اشتراک دارم، و ما از صحبت های شما شخصیت ها بسیار می آموزم. ما سر موضوع ما و استاد سرخابی، سر موضوع مثلا امی نامگذاری و نوروز و اینی گپا صحبت آمد و شما هم در امونجا سر موضوع زبان فارسی یاد کردین و آنن من متوجه شدم، یک گوش متوجه زنا بود، یک گوش متوجه شما بود و متوجه شدم که شما یک موضوع بسیار دلچسب پیش کشیدین و گفتین و ما از امونجا چون قبلا همراه استاد سرخابی قرار گذاشته بودم، گفتم بعد از برنامه که با استاد عزیز استاد سرخابی دارم در با تاریخ سی شما هستید که خوشبختانه این امروز شما را داریم. و برای بیننده عزیزم گفتم که وقت ما صحبت می کنیم سر یک موضوع، ما شخصیت های را در این برنامه دعوت می کنم که اونا معلومات کافی داشته باشن و مستند صحبت بکنن. من می خواهم از حضور شما ای پاسخ بشنویم با بیننده عزیز که در مورد همین زبان فارسی و ریشه زبان فارسی و که چرا ای پارسی بود و باز فارسی شد و چرا فارسی بلخ در کجا در مزار شریف و ای فارس در یکی از شهرهای ایران در اونجا و ای زبان چطور از اینجا اون نامه به خود گرفت. همین نسبت هم این که چطور پیوند گرفت. بله سارا دیگه تشکر بازم از شما که بنده را فکر کردین. خواهش میکنم بفرمایید. هر شب خدمتتون که ما رشته سخن که دست ما دادین، من دیگه فکر میکنم که برنامه خود من شروع میکنم دیگه. اگر ما در جای زیاده باید کردم باز شما چی کنین؟ وقت ما کوتاست. بله. کاش میداشتیم ما یک نیم ساعت دیگر هم در اختیار میداشتیم که سر از این موضوع صحبت میکردیم. با اولی آز گفتم که اگر من از پیشم اشتباه فکر رفتم دیگه، فکر کردم که برنامه خود مستم تو هیچ استاپ ساین ندیدم، من متوجه بسازین که بدون استاپ ساین بفرمایین. بله. هر شما خدمت که من پیش ازی که شروع کنم سر این موضوع که چرا واقعا امیم کمری ما ببخشیم، دلیل ای که زبان فارسی یا پارسی دری که میگوین که در بلخ
اختراع شد توسط دانشمندان بلخ و پار دریا طرف مردمان بخارا و سقز و از این طرف کمک اگر بلندتر بخشید یا چوکی تانه کمک یک کمک زویر پیش کنیم از چوکی کرده باز اگر باز باز ببخشید چی میشون بفرمید ببخشید خواهش میکنم. یعنی دلیلی که چرا ای زبان در بلخ اختراع شد و پارس یک ولایت است که در ایران کنونی قرار داره و ایران کنونی که یک ولایتش مثلا از ولایت که ولایت است که از ولسوالی های شیعه یکی از جایش به نام شیراز است و کازرون است چهار ولسوالی به اصطلاح و زیر دست ولایت پارس است. یعنی فاصله بسیار زیاد است. چگونه اینان از این طرف به اون طرف فیل بستن؟ هرچند خدمت شما بانو کوزات که من باید پیش از اینکه این موضوع رو شروع کنم یک موضوع رو باید به خدمت شما بخوانم، گرچه اگر موضوع بسیار دلچسب است برای شما برای بینندگانتانم، اما در شروع شاید به نظرتان بیاد که این موضوع را به اون موضوع هیچ ربط نداره. حتما داره، یعنی باز آخر ارتباط میگیره. صبر تلخ است ولیکن بحر شیرین داره. اینو باید براتون بخونم. گفتی بعضیا بحر شیرین داره. بحر شیرین واقعا براتون بگم، میخواستم بگم صبر تلخ است ولیکن خودم بحری که تو گفتم بحر نگو بحر بر بحر شیرین داره. بحر شیرین داره. اصلا خدمت شما که ما خوش ما خو شنیدیم گرگ باران دیده از ضرب المثل است. بله بله، کسی میگه که بدر ما گرگ باران دیده است، سر ما قدر بدر لپ جب نکن، ما خود ما کل جزد گرمی فیزار میدیدیم، ما تو چی به ما میگی برو ما امیر به خدمت شما میخون و ای رب داره با گپایی که بله. در زبان پارسی زبان زدی است که هنگامی کسی بخواهد بگوید ما از این طرف ها فرعون دیده و آزموده ایم و بخواهد بگوید که ما از توپ و تفنگ نمی ترسیم، میگوید ما گرگ باران دیده است. بله بله، ولی آیا براستی گرگ باران دیده درست است؟ گروه واژه شناسان در یک سال کنونی بر این باورند که ساخت راستینی این زمان زد گرگ بالان دیده است و دسته دیگر میگن هیچ کس از این دو درست نیست و درست آن گرگ پالان دیده است. با مرور زمان این باران شده پالان. بله بله، پالان دیده است. اگر به نوشته های پیشینیان بنگریم در هیچ یک از آنها گرگ بالان دیده یا گرگ پالان دیده پالان دیده به چشم نمیخورد و در نوشته ها و سخنرانی کهن چون نظامی شاعر زبردست صاحب تبریزی محمد قلی سلیم و حتی قیاس اللغات مجمعه مترادفات شریف امسال و حکم دی خدا نیز گرگ باران دیده نوشته شده است. استاد دی خدا نیز در این زمینه چنین میگوید. خب یک غلط قبول شده است دیگر، اما تو فکر میکنی یک اشتباه قبول شده است. قبول شده است، اما بیم مثلا منظور ما سر دیگه قپس سر خود از این موضوع بسیار. چنین می نیست ظاهر آن است که بچه گرگ از باران نمی ترسد و به هنگام باران از سوراخ خود بیرون نمی آید، هرچند گرسنه و تشنه باشد، اما چون گرگ در بیرون خانه خود باشد و از اتفاقات او باران درگیرد و ببیند که او وقت ضرور نمی رسد به دیگر و ببیند از او آفت و ضرر نمی رسد، بار دیگر دلیر می شود، از باران خائف و ترسان نمیشه و این کنایه از مردم آموزنده کار و گرم سر چشیده است. صاحب تبریزی میفرماید نیست دیگر از زر قلبی که در کارش کنند. یوسف بویتالی ما گرگ باران دیده است. ببینید یا هم گرگ باران دیده. بله بله بله. نظامی گنجوی میفرماید
زیباران کجا ترسد آن گرگ پیر؟ آها کی گرگی نپوشد به جای حریر. یا ما میره تا این کرد. محمد قلی سلیم میگد گفتم از اشکم مگر گردون بپرریزد ولی گفتم از اشکم مگر گردون بپرزد بپرهیزد ولی نیست بیم از گیریم این گرگ باران دیده را. ایرج مرزا میفرماید دوش میرفتم به کوی یار بارانم گرفت. بله در میان عاشقان من گرگ باران دیده. ولی در واژه‌نامه‌های آننراج و گزارش برآورد دیگری از این زبان زد برمیخوریم. شاه محمد پادشاه فرزند غلام محی الدین می نویسد این واژه‌نامه بر آن است که گرگ باران دیده درست است نه باران دیده. و در این باره می نویسد پس از تقلید رشدی که گرگ باران دیده غلط است و صحیح آن گرگ بالان دیده است و بالان گله و رمه را گوین غلط باشد و صحیح گرگ پالان دیده است. چی بازیگران ولایت گرگ باران را پالان ببندن چنانچه از اهل زمان شنیده شده به تحقیق پیوست. بله ولی واژه شناسان نیز 60-70 سال کنونی باور تازه و در خور نگرش دارند که از باور رشدی و ریشه میگیرد و به دیده این نویسنده استوارتر و پذیرفته تر از دو باور گفته شده بالاست. بله آنها میگویند گرگ ها بیشتر در جنگل زیر باران بسر میبرند و بسر میبرند و گمان می رود از باران بترسند و آنگه چی کسی باران بترسند و آنگه چی کسی پی برده است که گرگ از باران می ترسند. گرگ از باران نمی ترسند. گرگ بله. یک حیوان بسیار هوشیار است که بسیار هوشیار است هر چیز از دیگر حیوانات که می داند. این گروه می افزانی که دسته هم می گوین گرگ پالان دیده درست است پالان دیده درست است نیز نادرست است وام نادرست است پالان دیده و بیپایه می گوین زیرا در هیچ روستا و دهی دیده نشده که پالان با آن بزرگی را بر پشت گرگ بگذارند و گرگ نیز هرگز پروانه چنین کاری را نمی ده وانگه ای که اگر پشت گرگ پالان بگذارند با تجربه و آزمایش برای او میشه. واژه شناسان یاد شده سپس به ژرف‌های معنای بالان میروند و میگن واژه بالان به معنای تله و دام است. دقت بفرمایید. بالان. نه پالان نه باران. بالان. بی الف لام الف لام نون. بالان. بالان و باران بسیار نزدیک است. واژه بالان به معنای تله و دامی است که گلداران و رمه پروران برای شکار گرگ و روبا و شغال به کار می‌گذارند و این جانوران گاهی که پا به روی تله یاد شده که با فنری که دارد به هم می‌آید و پای گرگ یا شغال و یا روبا در میان دهنده های آن گیر می‌کند شکار می‌شوند. اکنون اگر گرگی بتواند پای خود را از این تله بالان نه با بالان بیرون کند هرگز دوباره چنین دامی نمیافتد و آزموده می شود. به همین انگیزه آدم های آزموده و هوشیار را در گرگ بالان دیده می نامند. گرگ بالان دیده می نامند یعنی گرگی که یک بار در بالان بر بالان دام گرگ و روبا پایش گیر کرد سپس گریخته است و در این بار آزموده و گاه آگاه شده. سخنی این گروه واژه شناسان از آنجا در خور پذیرش است که در همه فرهنگ های پارسی مانند فرهنگ لغت شناسنامه انجمن آرای ناصری
نظام التباره و واژه‌نامه و واژه‌نامه دی خدا، فرهنگ رشدی، فرهنگ اسدی، خلاصه تمام فرهنگا که و و و و و برای واژه باران نوشته اند، تله جانوران، دامی که به وسیله آن جانوران را میگیره. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. توجه فرمودی سر؟ بله کاملا، ولی اینال این ارتباط به که موضوعی ما اینال اخ میرم سر. بالان و باران بسیار نزدیک است. آها. یک وقت بالان میگفتن گرگ بالان دیده، بالان دیده یعنی برگی که در تله مانده شده. ای از زبان زد افتاد، مردم یادش نمیکرد. بعد اینکه مردم میگفتن گرگ بالان دیده، همین مجردی که بالان بگی میگه گرگ باران. هیچ کس چون معنای یعنی بیدین که که چقدر بله. بزرگا تا نفرین تایی که گرشی در تمام چیز آله نوشته از بالان چه معنا داره بعد از یرفا بله بله بمین مجرده که میگن گرگ بالان دیده خود بنده هم تا وقتی که نخوانده بود کس اگه بالان میگفت نمیگفت بله. بله 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 همه بالان میگفت اینا میگذاریم امیجه آها میریم سر اصل موضوع ما اینا منتاد یاد ما شما باشه آه بله هر شب خدمت شما که وقتی که ما سه هزار سال پیشتر از تولد حضرت مسیح تعداد مردم از دریای آمو گذشتن و آمدن در بلخ بله مستقر شدن یک تعداد مردمی در اونجا زندگی میکردن پیش از اینها که بومی های مردم میگن که این سرزمین خودشان بوده مثل که در این مملکت ایندیانا بله. سرپستا بله. بومی از این مملکت هستن که باز دیگر آمدن که حالا از تکس ماف هستن تکس هم نمیتن ما شما تکس میتن ما نمیتن به خاطر یک از مملکت هستن بله. اگر میخرن هم تکس نمیتن و تکس خانه پوری هم نمیکنم شما برین از بازار یک چیزی میخرین $100 $80 تکس میتونه بله. اگر یک بله. ایندین میباشه او تکس نمیپردازی بله. مفت است بله. چرا که چیش هست امتیاز داره به خاطر که مملکتش است بله. یک تعداد مردم در اونجا از این مردم بودن که بعدن او مردم به نام پارت یاد شد با کجا بودن؟ در بلخ در بلخ بودن زندگی میکردن واده که مردم مهاجر شدن یک تعداد خود تماما خود یک جای نشد که تمام مردم مهاجرین یک جای به یک تعداد آمدن داخل شدن این مردم میزبان بودن درشان پارتی ها بله مردم های بنامه میزبان بودن پارت مردم بنامه بود که اول بعدن بنامه پارت یاد شدن مردم پارت که زبانشان بود پارتی این مردم با اینا میزبان بودن باز اینا گروه که زیاد شد تعداد مردم که زیاد شد آیست آیسته ظلم و جور سر مردمان بومی شروع کردن سر این مردمان و تا ای که به اندازه زیاد و بعدا مجبور شدن چون که کارهایی که اینا یاد داشتن اینا یاد نداشتن دوباره ازشان پس دلاسایشان کردن و با هم یک جا شدن چی شدن دختر دادن دختر گرفتن این مردم هم برشان میگرد شده که امین مردم به نام پارتی مردم پارت قوم پارت یاد شده میشد هر شب خدمت شما که اخامنشیا که هشتمین یا یازده یک جا یازده هشتمین گفته یا یازده یازدهمینش که کروش کبیر بود که پادشاهی بسیار عاقل و عادلی بود که تمام نقاط گرفت تمام آریانا را گرفت تمام جای گرفت در شش قرن پیش از میلاد یعنی 600 سال پیش از تولد حضرت عیسی علیه السلام عیسی مسیح آمدن تمام نقاط گرفتن و شخصی بسیار عاقل و عادلی بودن و با مردم پارت روی خوبی داشت ای از کجا بود؟ اخامنشیا از مردمانی که از ایران کنونی از این مردم ها بود از این طرف خیست مردمانی بودن که از این مردم هم از طرف
بلخ به طرف از طریق روا به اون طرف رفتن و بعدن باز دوباره باز برگشت کردن. در شروق همه از طرف بلخ رفتن به از طریق روا که هرات دست به اون طرف. خب بعدنش در قرن اسکندر آمد که آخرین پادشاه هخامنشی اسکندر از بین برد. اسکندر بس یک مدت بسیار طولانی یونانیان در ممالک ما شما مستقر بودن که امپراتوری شمال خان اسکندر کی نمیشناسه راست بله بله. چی بگیم بله. و در آخرا بسیار کارهای خراب انجام میدادن که حتی بسیار بسیار چیزهای خراب نمیشته کردن در تاریخی انجام میداد. عزیز از قوم پارت شخصی به نام ارشک ای بلند شد که از امو بومی های اصیل بلخ بودن که از آریایی نبودن که طرف آمده بودن یعنی از بزرگ گذشته هایشان و اینا بز آخرین پادشاه اسکندر از بین بردن و سلسله اشکانیان شروع شد که اشکانیان قسم عرض کردیم ارشک که از قوم پارت بود و زبانشان بود پارتی اینا پادشاه شدن. 5 قرن اینا پادشاهی کردن در تمام نقاطی که کروش گرفته بود اینا پادشاه بودن که از این طرف رفتن گرفتن پس تمام نقطه را گرفتن. 500 سال تقریبا اینا حکم روی داشتن از کروش از طریق ایران و کنید آماری طرف آمدن گرچه کروش زبردست پادشاه بود و عرش از بلخ شهزادی بود که از بلخ حرکت کردن و ای تعداد امی پارتی ها نقل مکان کردن چون که همه جای گرفتن در گرگان داماغان و در نقاط مشهد که فعلا مشهد میگیم و مازندران این نقطه را به نام چون اینا آمدن به نام پارت یاد میکردن و زبانشان هم پارتی بود. از این جهت شد بله این یاد نینا یاد میکردن چون اینا از این طرف آمده بودن پارتا بودن زبانشان هم پارتی امین نقطه را به نام پارت یاد میکردن پارتی و پارت. عرض شما خدمت شما که در این وقت آیستا آیستا زمان گذشت و یاد شد مملکت نام شد به نام خراسان. خراسان کلی من نقطه یاد می شد یعنی نقطه را به نام پارت و پارتی یاد می کردن که مازندران و گرگان اون ماند به مون نام بنامه از یا ماند به نام پارت و پارت نقطه یعنی سرنشینان بلخ بله پارت یعنی خراسان پارت یعنی خراسان که باز من یادم میاد میگه نوشته است که بتا نشان بده بله بله در جایش برسم پیش نمیدونم که از برای بله بله. بله. وقتی که اسم خراسان گذاشته شد اما این نقطه را هنوز هم به نام پارت یاد میکردن همین نقطه‌ای که در ایران امروزی است که فعلا است هنوز هم که در کتاب هست که هنوز هم بمون نام است فعلا هم بمون نام است همین نقاط فعلا هم بمون نام است خب. بله. این نقاط خراسان تمام جای خراسان نام شد این جا هم خراسان نام یادش می شد اما همین منطقه مثل یک جای یک نام مردم که شناخته فلانی از فلان قوم آمد مردم میگش بمون نام بله هر شب خدمت شما که یک تعدادی از یونانیانی بودن که پرسک خدا میگفتن در وقتی که هخامنشی‌ها بودن و اینا با آریایی‌ها با آریاییان وقت اونا یونانی بودن با آریاییان ازدواج کردن یک نقطه را به نام پارس پرسک نام یونانی بود یک خاطر را گرفتن نامش هم ماندن پارس این در کدام قسمت است؟ همین پارس نخیر
پارس فیلی رو میگم که ایران است. پارس کمی پارت چی شد؟ خب پارت در جای خود است. خب پارت در جای خود است. بسیار خوب. و هر شب خدمت شما که اخامنشیانی که بودن، یک تعدادشان که یونانیا بودن، از یونان بودن، از مردمان اسکندر، پرسک خودم میگفتن و با آریاییانی که ایران کنونی اینا ازدواج کرده بودن، او یک نقطه را به نام پارس گذاشتن، ماندن. اسم پارس میگن در یونان یک جایی بود اصلا. یونانیانی که آمده بودن از او طرف وقت اسکندر، این حال با آریاییان یک جای شدن، پارس گذاشتن. مثل که مکسیکانا اینجا، که مکسیکانا اینجا خود چیکانو صدا میکن، مکسیکوی هستیم مگه میگن چیکانو، کسایی که اینجا تولد شده خود چیکانو میگن. یا اسم خدا بودن، از پرسک پارس ماندن. آیست آیسته تمام منطقه با نام پارس یاد شد، نقطه شد. اما این منطقه پارس هنوز هم به نام پارت و پارسی بود. آیست آیسته ای زبان پارت از بین رفت. کس نمی گفت، در کتاب بود اما نمی گفتن کسی پارتی. بله آیسته توجه کشد نیست؟ بله کاملا. آیست آیسته ای از رفت از بین که نمی گفتن. وقتی که عربا تشریف آوردن زبان بود ساسانی. ببخشید، ساسان اشکانی و زبان پارتی پهلوی که شد، از پارتی به پهلوی آیست آیسته به پهلوی تبدیل شد. همین زبان پهلوی که میگن پارتی بود. پارتی همین زبان پارتی به پهلوی آیست آیسته به مرور زمان پهلوی شد. وقتی که ساسانیان تشریف آوردن، مردم ساسان پادشاهی بود که از ایران کنونی است، اینا زبان ساسانی، زبان پهلوی اشکانی را ادابت کردن، اسمش را گذاشتن زبان پهلوی ساسانی. به بسیار تغییر کم که مثل که ما شما صحبت دری صحبت میکنن و ایرانی ها صحبت میکنن، به این شکل، به این فرق ادابت کردن. بله ادابت کردن، اسمش از اونا گرفتن که از این مردم بود، اسمش را گذاشتن پهلوی ساسانی. درست. وقتی هر شب خدمت شما که عربا تشریف آوردن، زبان ساسانی عیناً زبان ساسانی نوشتش مثل سانسکریت وارد نوشت. پارتی زبان ما، پارتی میانه، پارت زبان اول ما، سانسکریت زبان اول ما خوستایی به زبان دو ما که پارتی میانه است، اونم عیناً سانسکریت وارد بود. و چون این زبان نوشتش بسیار ضعیف بود پیش عربی، به بسیار زودی از بین رفت. در ایران شروع اسلام در ایران شد. وقتی که در مردمانی که در بلخ بودن، وقتی با بسیار کم است، مردمانی که در بلخ بودن، این مردمان دیدن که به بسیار زودی از زبان از بین میره، اقتدارشون نشستن که با زبان بسازید زبانی دیگری که مقابل زبان عربی استاده شد. و برش خدمت شما برز برسانیم که از زبان از خاندان زبان اوستایی بلخی و اعاته و از لحاظ مکان و خیشاندری از نواحی شمال افغانستان و بلخ و تخارستان و پار دریا و گمان اغلب از زبان باستانی میانه تخاری سغدی و پیوستگی به پهلوی اشکانی و زبان کوشانی، این از این زبان ها یک زبان دیگر به نام دری درست کرد. که این عزیز زبان دری با کجا شد؟ با زبان دری تخار و نخیر. زبان دری در وقتی که در ابوالفضل بلعمی وزیر بود، بله، به امر از او این زبان در وقت سامانی ها درست شد. در وقت سامانی ها در بلخ درست در وقت درست شد در بلخ درست شد. و زبان دری، زبان دری که باز اسمش گذاشتن پارتی دری. و 500 سال طول کشید که این زبان در تمام ایران عمومیت پیدا کرد. همین زبانی که فعلا ما صحبت میکنیم، همین زبانی که فعلا برادرای ایرانی ما صحبت میکنن، اینمی دری است. او زبان قدیمی که فارسی میانه و فارسی از پهلوی هستم، بله،
اونا بالکل به سانسکریت شباهت داره. این زبان تازه درست شده، بسیار جوان است، تقریبا 12-13 سال است عمرش. 500 سال طول کشید که در تمام ایران عمومیت پیدا کرد این زبان. و چون که گفتن که ایران کدام ایران؟ ایران کنونی فعلا. چون زبان پارسی را پارتی از بین رفته بود، کسی پارتی نمی گفتن. وعده که اینا گفتن زبان پارتی دری، عینن که بالان و پالان مردم پارت از بین رفته بود، اما در زبان نبود، از زبان زد افتاده بود، از گویش از بین رفته بود، رفته بود. گویش. بله. اما تو راستن راست مردم فکر کردن که پارس است، ایواز پارت پارتی را، چون مثل که من بگم گرگ بالان دیده، شما چون بالان را نمیفهمید با متر میرین با باران. باران. بله بله بله. به این شکل این قصه که من کردم بینی میخواد دلیلی که شده بالان از زبان افتاده بود. مردم چون نمیدانستن که بالان چی معنا داره میرتن باران باران بله. و کلی اصطلاح شد تا که تمام شعرام این را رفتن. در اینجا هم که شما ببینید، در اینجا که شما دیدم هم میشه با بچه خب خیر است تریجا هرکس دم قصه خود است. بله. دریجا چون نام در گوش مردم آشنا نبود پارتی, پارتی نمیدانستان که زبان پا فکر میکردن که زبان پارسی است نه پارتی. همی که پارتی چون آشنا بود یک راست به پارسی و فارسی رفت. آیستا و مرد برادران ایرانی ما از این استفاده کردن که چرا نه خوبم کردن. اگر ما هم باشیم این کارم میکنیم، کاش که ما زبان... میکنیم ما نمیکنیم. بله. این زبان پارتیس و آیسته چون زبان زن نبود و این زبان اطور ما برداشت کردم که زبان اصلا در بلخ اختراع شد، زبان مردم بلخ است، مردم بومی بلخ که پارتی بود بالاخره پارسی شد و بالاخره دریز این زبان زبان از بلخ نشأت کرد. این مردم پارت که یک ادیشان رفتن در اونجا زندگی کردن، یعنی ببخشید این برزی این شما ببینید اینجا داشتن پارت در لغت نامه دی خدا یک عظیمتان کاپی کردیم که آسان شما بخونین این پارت چی معنا داره بخونین. بله بله مگر بتون این پارت یک معنایشون پشت یک پرت و نام خراسان کنونی یکی از نام خراسان کنونی خراسان کنونی ایرانی های ما کجا رو میگن؟ خراسان امین نظام ایران خراسان کنونی دارن. خراسان کنونی مشهد گرگان مازندران این نقطه خراسان کنونی است. این گفتن پارت یعنی خراسان کنونی در وقت هم میگفتن عالم میگفتن. متوجه شدید؟ خب نه فکر نمی یک سوی تفاهم خب. با ما آمد پارت عرض کردیم که مردم پارت آمدن در پارت آمد به طرف ایران. ایران در منطقه چرا آمد؟ به خاطر از اینکه در گرفتن کل جای گرفتن کل جای گرفتن و 500 سال حکمرانی کردن اشکانیان. بعد از او باز شاهزاده از بلخ خیس و دوباره کل مناطق اینا وقتی که رفتن باز مناطق اینا پس دوباره گرفتن خود در اونجا کسانی که متوطن شده بود متوطن شدن به نام پارت و دیگه اینا زبان که... پارتی از بین میره و این پارتی را بالاخره کس گویش نداره زبان پارتی به پارسی تبدیل میشه به پارسی تبدیل میشه و در حالی که مقصدی است که همین زبان فارسی کنونی همین نام کس نمیگیرن همین نام پارتا که پارت میگن او به خراسان میگن به خراسان تبدیل میشه عوض پارت دیگه خراسان میگن خراسان میشه یعنی همین بلخ و همین مناطق کلش خراسان است و این زبان انال ایرانی ها از این استفاده میبرن و میگن به خود اختصاص میدن که زبان فارسی چون پارت از زبان زد مثل بالان میفته آجت به منظره ده که میگن پارت مردم چون پارت نمیدانن میگن منظورش پارس است یا فارس است خود به خود میرود و آیسته آیسته و دیگه مردم میگن که خب دیگه خود مردم مثل مولانا جلالی و آل ایران یک کار دگام کرده که یک شهر را ساختن میگن من دقیق نمیفهم شاید شما معلومات داشته باشین به نام بلخ
که باز یک روز چند صد سال بله چند صد سال بعد ادعا بکنن که بلخم همینجا است. این همین کار متاسفانه عرض کنیم که گرچه عرض شده که سر برادر و خواهران ایرانی ما بد نخوره، تمام افتخارات از اردو مملکت است، اردوی ما برادر است، من تا مثل پسر امو پسر بچه تو تا پسر امو باشن که به این شکل نگوین که باز امو در اینجا دیگه بسیار زدیت می داشته باشن. نیخوام از امو خاطر عبدالزاده دشمن داریم نی عبدالزاده داریم عبدالزاده راستم که بوده. خب به هر حال پای منظور ما ایسته که اما حقیقت حقیقت است، زبان در بلخ اختراع شده توسط مردمانی که در پار دریار در از بخارا و زبان سغدی و این اسم که گرفتم بر شما که از تخاری سغدی پهلوی اشکانی زبان کوشانی این از چند زبان مخلوط کردن بزرگان بخارا بر امر وزیر ابوالعلی بلهمی که در وقت سامانیان این زبان درست شد و این زبان مخصوصا به خاطر که دم زبان عربی را بگیرن که زبان دری ما زبان خود ما از بین نره، عیناً ماننده که سوریه زبانشان عربی نبود و دیگه برادران عرب آمد تمام تمدن از بین رفت، زبان چندین مملکت دیگر به میشد. بله بله به این لحاظ اونا تلاش هم داشتن که از بین ببرن. بله. بسیار کوشش کردن ولی همین نویسنده های ایران نویسنده های خراسان اینا بسیار یعنی اون وقت کل خراسان تلاش کردن که زبان حفظ کنن. چطور کردن که تبری تبری زب تمام برز پوزش من وقت چون کم از برزی که میگم من حرف من به چوکی بشینه مادر از زبان شما گرفتیم بسیار مرا معذرت میخوایم در وقتی که تمام چیز برادران عرب میسوختاندن تبری تمام نوشته کردن زب تمام چیز را به عربی تمام اتفاقاتی که در او دور افتاده بود تمام دری به خاطر که از سوختاندن برای امی زبان امی ترجمه تبری هم در وقت سامانی ها شد. همین وزیری که به شما عرض کردیم مثل شکر گرفتیم ابوالعلی بلعمی در وقت عظمی تاریخ تبری ترجمه به زبان دری شد که تمام واقعات که اتفاقات که افتاده بود اگر نیما کجا خبر میدانستیم کجا خبر به خاطر که افز شوه از سوختاندن وعده که دیگر رسیم گفتن وقت است که ما حالا بنویسی میره به زبان دری. بله 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 خب همین شخصیت های ما خود این خدمت ها را بسیار انجام دادن خیر ببینن ولی در نتیجه ما به این نتیجه میرسم که زبان فارسی و زبان دری هر دو یکیست. آه امطور میخواین بگیم زبان منظور زبان... اصلا اگر ما بگیریم زبان یعنی ایتو نیست که زبان فارسی مربوط به ایران باشه و زبان دری مربوط به افغانستان. خیر نه این زبان اردو یک زبان است. این زبان در بلخ درست شد، از بلخ نشأت کرد، در ایران کنونی 500 سال طول کشید که در تمام ایران عمومیت پیدا کرد. بله. فعلا مردم ایران و مردم افغانستان مردم تاجکستان به زبان دری صحبت میکنند. بله. نه به زبان پارتی. زبان پارتی و زبان پارتی میانه او به کلی مثل سانسکریت هندی وارث نخوانده میتونیم ننوشته میتونیم فقط نام ما نقل مکان دادیم چون نام از بلخ شده پارتی به این نام اگر سانسکریت یعنی که از پارت آمد به فارسی دری. بله. حالا اردوی از این زبان یک زبان است و ما چندین سال قبل که در می تلویزیون بله اردوی زبان یک زبان موضوع را ما گفتم برخی می آمدن می گفتن که نیمی آوردم شانه استاد واصف باختری هم عین حرف شما را گفتن که زبان فارسی و دری اردو یکی است. زبان ما زبان ایران زبان تاجکستان یکی است. یعنی کدام فرق نداره که ما افتخارات خود را منظور فارس نه فارسی است نه پارسی است. بله. زبان است دری. پارتی دری اما
اینا را میگن پارسی، به خود به حساب به پارس ولایت پارس را چی میکنن؟ تعلق نداره. این خب. زبان برآمده خب. از بلخ. یقیناً یقیناً یقیناً. اینا مثل که در اینجا نوشته است ببینید برادران ایرم منسوب به ایالت پارس، پارسی منسوب به ایالت پارس، فارس مردم فارس، ایران اهل ایران، سلمان پارس، زردشتی از میان مردم پارس، زبان مردم ایران، پیرو زردشت، ساکن هند. اینا ایرا پارسی را خود الان که پارسی نیست، پارتیست. و اینا حال به خود او را اختصاص دادن، مثل نوروز که فعالیت میکنن، که حتی رئیس جمهور امریکا ببخشید که اعلان کرد که برای ایرانی ها تبریک میگم. نه، و کسانی که در اونجا کار میکنند در قصر سفید دور بر ایرانیا، از واقعیت آدم نگذره که مردم های بسیار متجسس، مردم های بسیار زحمتکش، مردم های بسیار فعال، بسیار با مطالعه، بسیار دانسته و رسیده است. ایران زنده یک مردم است. خود در کجاها نرسان دلیلش همیست که برای مردم نشان دادن، ما خود نگفتیم، اونا نشان دادن که از ماست، از ماست. برشان گفتن اگر ما میگفتیم برای ما هم نشان، برای ما هم میگفتن. اینال ما گله از خود باید زنده باد. بله یقین، بله گله از خود بکنیم، نه از کسی دیگر. که امروز چرا رئیس جمهور امریکا نام افغان نمیگیره، نام ایران میگیره؟ به خاطر که ایران همی فعالیت کرده در قسمت مولانای بلخ. از هر چیز همی معلومات که همی ورقایی که پیش ماست تماما در ایران چاپ شده. گرچه ما بخص کردیم که ماخذاتی که من درس کردیم، یعنی ببینید سب از تاریخ افغانستان از آقا جناب عبدالحی حبیبی هر شبه تاریخ تبرستان است، تاریخ افغانستان در مسیر تاریخ ایران باستان، و هر شب خدمت شما که از لغتنامه دی خدا که اسم کردیم که یزبا و شارزا، اگر ما را اگر زیاد برادران ایرانی ما آزار بتن، خود شارزا پادشاه شاهنشاه قدیم ایران نام از مردمان پارت هستن، خدا پارتی میگیرن، از مردمان بومی بلخ هستن که سر ایران پادشاهی کردن. اگر ما رازال او را از خود ما میکشیم به سند کنه خودشان نشتکن، با ما غرض نیست که از کجا هستن. یک کتاب خود که از کدام مردم هستن، پهلوی هستن، پهلوی هستن، پهلوی از این طرف هستن. خب اینال مربوط بلخ هستن. بله پارتی و پارتیست که باز پهلوی شد. پهلوی شد بله. کاش ما عرض کردیم افتخارات به کل مردم میرسه، از هر دو طرف است، اما حقیقت خودش در زمین یک سرزمین است، یک زبان است، یک مردم است، مردن یک دین بودن هیچ کدام فرق نیست که برادر خواهر است. اما برادر برادر حسابش برابر، حسابش برابر. ایتو نکنن که گویا ما هیچ و اونا آیست آیسته بلخ بسازن و آیست آیسته. بسیار حرف خوب زدین سه برای شما. بله بله اینی قرار برادران ما میکنن دوستا متوجه باشین، مثلا بلخ ساختن یا اینکه کوه آلبرز، کوه آلبرز که تمام داستانایی که از رستم است تمام شو طرف در طرف شبرغان است، اون طرف است. بله. او رو با خود گرفتن شین ایرات، که شیندند ایرات اسمش یک اسمش نه باشین که امیر تیمور هم که بسیار کشتار بسیار خراب هم دموجه کرد، یک شعر نام بسیار دیده باشه که میده که از یادم رفت، نامش به شیندن گذاشتن که اینال اونا یک جای دیگر به عین نام گذاشتن. نامگذاری از نامهای قدیم افغانستان هم میکنن که بله یک دو ست سال بعد، ست سال بعد باز عین حرف که فلان بلخ در اوج است. ایتور از بیننده های عزیز هموطنان گرامی، ما هستیم با خود در جنگ، ما همدیگر خود را میکشیم به نام ای و ای و ای. ولی متاسفانه که کشور ایران بسیار مردم خود را کوشش میکنن با اتفاق و اتحاد مردم خود را برسانن، مردمشان میرسه و افتخارات مایه که بی خبر به جان هم افتادیم، دوز سیوم خرشان را زد و برد. ما به جان هم افتادیم و یک کشور همسایه مثل ایران، مثل پاکستان یا مثل دیگه میاین و سرمایه های ما را و افتخارات معنوی ما را میخواین از آن خود بسازن. بهتر است با هم بیدار شویم و متوجه زی باشیم. و ما
اگر به جای شما دوستان عزیز خود هم میهنانی که واقعا درد وطن دارین می بودم، ما تلفن میکردم به جناب مسکینیار و میگفتم که نیم ساعتی این برنامه را اسپانسر میشم، به خاطر از اینکه این موضوع موضوع تاریخی ماست، مستند است، ما با استناد صحبت میکنیم و دانستن از این بر هر هموطن ما فرض است، باید ما آگاه شویم بدانیم. مگر با کمال تاسف شاید برای ایده بسیار خسته کن باشه که ناس چی گپ میزنن، بابا یک چند دانه موسیقی شوخ و شنگ میماندین که یه ذره غم ما غلط میشد، وقت ما خوشتر میشد. ببینین موسیقی را خودتانم و دیویدی هاست میتوانین بگذارین، ولی این موضوعات همیشه نیست. ما به ایتر موضوعات وقت ادعا میکنیم تاریخ چند هزار ساله داریم، به ایتر موضوعات بسیار اشد نیاز داریم. ضرور است بدانیم تاریخ خود را، تاریخ سیاسی خود را، تاریخ ادبیات خود را باید ما بدانیم، برازی که باز ما او وقت میتونیم ادعا کنیم که ما کی هستیم و چی هستیم و ما پیرو کدام کشور نیستیم، این همسایه ها پیرو ما بوده، از ما را میخواین بدزدن، ولی ما خود ما بی خبر از همه جا هستیم. خب به هر صورت متاسفانه که ما دیگه وقت ما پوره شد، ولی کوشش میکنیم که خیر است، ما وظیفه انسانی و ایمانی و وجدانی خود را در قبال میهن و مردم خود انجام میدهیم با امی وقت کم خود. اینطور امکان داره که باز یک بار دیگه شما رو زحمت بدید بقیه را باز بله بقیه را باز بخیر خوب تر بگم موضوعات صحبت کنیم. شما خود تثبیت کردین که زبان فارسی یعنی پارتی. از بلخ اختراعش در بلخ بوده، از بلخ رفته، زبان دری از بلخ بوده و این فارسی دریست که ما این افتخار میکنیم، مربوط بلخ است، ای که ایران است، تاجکستان است، کل ما انسان هستیم، ما به تمام انسان ها حرمت قائل است. تاجکستان همراه ما بوده و از پروش تاجکستان در وقت درست کردنش مردم او سمت از سقط از او طرف است، از واقع گرفته و همراه ما یک جای بودن، وقت نیست که ما با واقع یک ادوات و یک جای بودیم و منتهی زبان کس کردیم، نه فارسیس نه پارسی، زبان پارتی در ریز، چون پارتی ناشنا بود برای مردم، مثل بالان باران شد، درست از بالان باران شد، از پارتی فارسی و پارسی شد. بله پارسی بود وقتی که عربا آمد، پی نداشت فارسی شد. بله پی نداشت فارسی شد. بله خب از حضور شما بسیار زیاد تشکر میکنم، شما بسیار محبت کردین. 3 دقیقه دیگه وقت داریم که بر ما عمر جان شکیب میربونی کردن، گفتن ما ان یک آهنگ بسیار زیبا از هنرمند عزیز ما جواد جان غازی را داریم که بسیار مقبول است. این آهنگ ما تقاضا میکنم از رضا جان عزیز با کمال امتنان و تشکر از با مرخلای بگیریم بله عمر جان شکیب و رضا جان عزیز و شما بیننده های گران عرض تشکر میکنم و همچنان از حضور شما بسیار تشکر، بسیار زیاد آموختیم واقعا. از برای خدا شما مرحمت فرمودین و تشکر میکنم از جناب شما که بندر لایق نیستیم و انشاءالله باز هم پین از هم با خداوند میسپاریم. بیننده های عزیز و ارجمند با شنیدن ای آهنگ، قبل از اینکه ای آهنگ بشنوین، شما رو به خداوند لایزال می سپاریم. وقت خوش و زندگی خوش و آرام برتان می خواهیم. خدا نگهدار. یا مولا علی بازم و سلامت آمدم، یا مولا علی بازم و سلامت آمدم، سر تا به قدم بهر احترامت آمدم، سر تا به قدم بهر احترامت آمدم، یا مولا علی خسته خستم
دور از مرکز دل شکستم یا مولا علی جان، یا مولا علی خسته خستم دور از مرکز دل شکستم یا مولا علی جان، یا مولا علی جان، یا مولا علی جان. یا مولا علی مردار نشرمانی، رخ از جانب مردا برمگردانی، مردا برمگردانی. یا مولا علی مردا رب نشرمانی، رخ از جانب مردا برمگردانی، مردا برمگردانی. یا مولا علی بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم بهر درامت آمدم. یا مولا علی خسته خستم دور از مکس دل شکستم، یا مولا علی جان، یا مولا علی جان، یا مولا علی جان. یا مولا علی دیگرین وطن طاقت جفا ندارد، درد این وطن از بیگانه هاست، این چونو چرا ندارد، این چونو چرا ندارد. یا مولا علی دیگرین وطن طاقت جفا ندارد، درد این وطن از بیگانه هاست، این چونو چرا ندارد، این چونو چرا ندارد. یا مولا علی بازم و سلامت آمدم، سر تا به قدم بهر درامت آمدم، سر تا به قدم بهر درامت آمدم. یا مولا علی خسته خستم دور از مکس دل شکستم، یا مولا علی جان، 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 یا مولا علی thank you.
ایرانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. World Class Entertainment and NowRoseFestival.com proudly presents Mele Nowrose, یک شنبه پرابدهم 2016 the Alameda County Fairgrounds, Pleasanton, California. The NowRose Festival boasts over 15 years of fun and celebration. This year, join over 25,000 NowRose Festival for a tremendous and excellent NowRose Festival celebration. This year, the NowRose Festival is proud to bring you legendary superstar diva Aryana Saeed. اگر از عاشق جدا شوی تو خدا خوگم که خوب رسوا شوی تو نارم انارم تو پای بهارم انارم انارم تو پای بهارم دانه دانه در دلم عشق تو می شمارم تو شای جهانی یا حبیبی روح روانی تو خواب خیالی یا حبیبی خوش نمالاته. This year, the NowRose Festival will have tons of carnival rides, food, fun, international bazaar, and our first ever star search. Go to our website for more information. To become a vendor or sponsor, please email us. Admission is only $20 for adults and $10 for kids 48 inches and under. Doors open from 11 a.m. to 10 p.m., so please arrive early. برای معلومات بیشتر زنگ بزنید 800-496-0130 یا برید به وبسایت ما www.nowrosefestival.com. The NowRose Festival is sponsored by Anar Plus. Get connected to your culture and buy yours today. Thank you. And Abe, e shoma mubarak. Small feet, big feet, old feet, new feet. All feet are happy at Carpet Decor. Carpet Decor makes sure what's under them is only the best quality at the very best price. Offering all flooring from the top brands. There's something for every style and budget. Their products always go green, and there's a lifetime warranty on all installation. Plus, enjoy free financing for up to 3 years. Call Carpet Decor today and receive free installation on all carpeting. Make your feet happy and call 877-803-8300. هموطنان گرامی، فراموش ننمایید که در ماه مارچ سال 2016 گالری هوم دیکور و پیشواز سال نو هجری شمسی لیلام بزرگ و بی‌سابقه قالین‌های زیبا را در شهرهای ساکرامنتو و فینیکس برگزار می‌نماید. در این لیلام بیش از 10,000 تخت قالین‌های رنگین و زیبا در معرض فروش قرار می‌گیرند. در شهر ساکرامنتو فیصل مارکت با تاریخ 10 و 13 سال 2016 در شهر فینیکس، ایالت اریزونا، امریکن بانکویت هال با تاریخ 19 و 20 ماه مارچ سال 2016. شروع لیلام همه روزه از ساعت 9 صبح الی 6 شام. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با شماره تلفن 510-299-7598 با تماس شوید. می خواهید که خاطرات زندگیتان را جاودانه سازید و یا می خواهید محافل عروسی، شیرینی‌خوری، نامزدی، فامیلی و تجارتی شما به صورت حرفه‌ای و با وسایل مدرن فیلمبرداری و عکاسی تهیه شود؟ با بشیر امید که در این هنر از تجربه 27 ساله برخوردار است و یکی از عکاسان چیره دست افغان می باشد که با مجلات معتبر مد و فشن امریکایی و اروپایی همکاری دارد در خدمت شما در سراسر امریکا قرار دارد. شماره های تماس 949-701-9895 949-833-3764. We'll be right back.
برای هر خانواده محل آسایش و زندگی خانوادگی. لذا هر کسی که میخواهد منزل بخرد، در خرید آن به مشاور آگاه، مجرب، دلسوز و صادق نیاز دارد تا او را در گزینش سرپناه مطمئن و راحت راهنمایی نماید. خانم ناهید کبیر همان مشاور دلسوز صمیمی و آگاه است که شما را در این امر یاری می کند. ناهید کبیر با تجربه چندین ساله و آگاهی تمام حاضر است تا دلسوزانه شما را در امر خرید یا فروش املاک مسکونی راهنمایی و از آغاز مرحله تا انجام قدم به قدم همراهی کند. جهت تماس با خانم ناهید کبیر به این شماره مراجعه نمایید. 949-677-1936 ناهید کبیر، یک نام آشنا در جامعه افغانی. کابل ویست کیترینگ، رستورانت کابل ویست در سندیگو در خدمت هموطنان عزیز می باشد. کیترینگ کابل ویست در سندیگو، اورنج کاونتی و لاس انجلس تمام محافل و مراسم شما را با بهترین نوع غذای افغانی و سرویس عالی انجام می دهد. برای معلومات مزید با آقای سعید با شماره تلفن 619-246-9873 و یا 858-622-9500 و یا 818-247-0777 در تماس شوید. آدرس 9450 اسکرانتون رود، سان دیگو. از سر تا سر امریکا، اگر پرابلم با IRS یا State Government دارید، تشویش نکنید. نرگس رونا، وکیل تکس و امیگریشن در خدمت شما هست. If you have bank levies, wage garnishments, bankruptcies, audits, sales tax, business or personal, have no worries. From New York to California, Rona Law Firm has reduced thousands of clients' tax liabilities by more than half. برای کمک و فری کنسلتیشن با زودی زنگ بزنید. شماره تماس 1-888-964-1829 1-818-964-1-TAX. مژده به هموطنان عزیز افغانی، داروخانه سینا در قلب شهر لگون فیلز در شاپینگ سنتر جردن مارکت در خدمت هموطنان عزیز. در داروخانه سینا انواع باکسن ها و داروهای ترکیبی و وسایل پزشکی از جمله اعصاب و صندلی چرخدار ارائه می شود. انواع بیمه ها از قبیل مدیکال و مدیکیل پذیرفته می شود. چون آرزوی ما سلامتی شماست، داروهای درمان در شما به طور رایگان دلیوری و یا با پست ارسال می کنند. مقدم بیماران جدید و انتقال نسخه از داروخانه های دیگر را گرامی داشته و 25 دلار بیمکار تقدیم می شود. شماره تماس 949-462-7723. سلام، من مایکل پارسی با بیش از 17 سال سابقه کار با کادر دلسوز آگاه و سرویس عالی در خدمت هموطنان عزیز با تشکر. شعیب عزیزی، کارشناس با تجربه و مشاور ماهر با بیشتر از 15 سال سابقه با امکانات وسیع و شرایط مناسب در قسمت خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی و تدارک قرضه های مورد نیاز، شما را در سر تا سر سان دیگو و تمکیلا کمک می نماید. همچنان، اگر آرزومند خرید املاک مسکونی با قیمت‌های نهایت مناسب در شهرهای قشنگ استانبول و انتالیا در کشور زیبای ترکیه باشید، برای مشوره رایگان و تهیه دعوتنامه و ویزای ترکیه برای اتباعی افغان و امکانات اقامت دائمی در کشور زیبای ترکیه، لطفاً با شعیب عزیزی تماس حاصل فرمایید. شماره اطلاعات 619-253-9922، صفحات اینترنتی shuaibazizi.com. Finding the best travel agent is a challenge. Save your time and money and let Tri-City Travel serve you better. For customized Umrah packages, call 510-494-9444 now. Make your own Umrah package from 2 days to 15 days, 4 and 5 star hotel stay in Makkah,
and Medina. Call and travel from anywhere in the USA to Saudi Arabia, Pakistan, India, or anywhere in the world. For more information and booking, call or visit Tri-City Travel Inc., 38950 Blackout Road, PD, Fremont, California, 94536. Phone 510-494.